سلام، صبح شما بخیر. ادامه ورود سران و مقامات کشورها و سازمانهای بین المللی برای حضور در مراسم تحلیف نهمین رئیس جمهوری اسلامی ایران. آقای پزشکیان عصر امروز در مجلس شورای اسلامی سوگند یاد میکنند. فروش ارز اربعین به حدود 50,000 نفر در روز نخست. فروش بلیت اتوبوس از 10 مرداد آغاز می شود. آغاز به کار اجلاس بین المللی پیرغلامان حسینی در کرمان از امروز. و یورش معترضان صهیونیست به دادگاه نظامی در شهرک بیتلید. صهیونیست های معترض به بازداشت 9 سرباز اسرائیلی به دادگاه نظامی حمله کردند. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجان. به بخش خبری ساعت 8 صبح خوش آمدید. میهمانانی از 4 قاره آمریکا، آفریقا، اروپا و آسیا شامل مقامات عالی رتبه 10 کشور و رؤسای برخی سازمانهای بین المللی برای حضور در آیین تحلیف نهمین رئیس جمهوری اسلامی ایران وارد تهران شدند. قائم مقام مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و وزیر خارجه مصر از جمله مقاماتی هستند که ساعتی پیش وارد تهران شدند. بر اساس اصل 121 قانون اساسی، آقای پزشکیان بعد از ظهر امروز در مجلس شورای اسلامی حضور خواهد یافت تا سوگند یاد کند که همه استعداد و صلاحیت خیش را در راه ایفای مسئولیت‌هایی که بر عهده گرفته به کار گیرد و در پایان سوگندنامه را امضا خواهد کرد. تا کنون 13 دوره مراسم تحلیف رؤسای جمهور برگزار شده. تا ساعتی دیگر 600 خبرنگار و عکاس از رسانه‌های داخلی و خارجی خبر آغاز 14 مراسم تحلیف رئیس جمهور ایران را از مجلس شورای اسلامی مخابره می‌کنند. به رسم 13 دوره گذشته، مراسم تحلیف یا همان مراسم سوگند رئیس جمهور با حضور مهمانان داخلی و خارجی برگزار می‌شود. خوشبختانه در هر دوره هم بر تعداد هیئت‌ها و مهمانان و سطح اونها افزوده میشه و برای دوره 14 هم بیش از 70 هیئت از کشورهای مختلف جهان اعلام آمادگی کردند و حضور پیدا میکنند در این مراسم و رویداد ملی ما و تعدادی از این هیئت‌ها از فرودگاه مهرآباد و تعدادی هم از فرودگاه امام در حال ورود هستند. از بامداد روز گذشته بسیاری از هیئت‌های خارجی از رؤسای جمهور و معاونان آنان گرفته تا نخست وزیران و رؤسای مجالس و وزرای خارجه و فرستاده ویژه کشورها و نماینده سازمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی وارد تهران شدند و تا 2-3 ساعت آینده قبل از برگزاری مراسم تحلیف دیگر مهمانان خارجی هم وارد تهران می‌شوند. لیست ورود هیئت‌های عالی رتبه نشان می‌دهد بامداد امروز معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، فرستاده ویژه نخست وزیر ژاپن، دبیر کل سازمان همکاری‌های اسلامی، وزیر امور خارجه مصر، رئیس مجلس سنگال، رئیس مجلس بورکینافاسو، وزیر امور خارجه تانزانیا، معاون وزیر خارجه کره جنوبی و فرستاده ویژه دولت کامرون از جمله کشورهایی هستند که در تهران مورد استقبال قرار گرفتند. مراسم تحلیف آقای رئیس جمهور عصر امروز از مجلس شورای اسلامی به صورت زنده از شبکه خبر پخش خواهد شد. فاطمه علی خانی، خبرگزاری صدا و سیما. خب همونطور که در گزارش دیدید، 10 هیئت دیپلماتیک خارجی برای حضور در مراسم تحلیف رئیس جمهوری اسلامی ایران تا کنون به کشورمون اومدن. برای اطلاع از جزئیات بیشتر ورود مقامات خارجی به تهران، ارتباطمون برقرار هست با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما در فرودگاه امام خمینی. آقای عشری، سلام بر شما. ممنون میشم از ورود هیئت‌های دیپلماتیک به تهران بیشتر برامون بگید و اینکه تا این ساعت چند هیئت وارد شدن و برنامه ورود مقامات خارجی در ساعات باقی مانده تا برگزاری مراسم تحلیف به چه صورت است؟
من هم عرض سلام دارم خدمت شما و بینندگان محترم. خدمتون عارض هستم که از بامداد اوایل بامداد امروز هیئت‌ها و گروه‌های مختلف سیاسی وارد تهران شدند. حدوداً 18 هیئت سیاسی جهت شرکت در مراسم تحلیف 14 دوره ریاست جمهوری اسلامی ایران از بامداد امروز وارد تهران شدند، در همین فرودگاه وارد شدند. وزرای خارجه برخی از کشورها، رؤسای مجلس و همچنین قائم مقام سیاست خارجه اتحادیه اروپا هم که تقریبا ساعتی پیش وارد همین فرودگاه شد، قرار هستش تا ساعت ظهر 2 ظهر امروز هم در فرودگاه امام خمینی و هم در فرودگاه مهرآباد ما میزبان مهمانان و هیئت‌های مختلف که از کشورهای مختلف تشریف میارن باشیم. قرار هستش که انشالله تا ساعت 2 یا 3 این هیئت‌ها که وارد شدن ساعت 16 انشالله در بهارستان در مجلس شورای اسلامی مراسم تحلیف 14 دوره ریاست جمهوری اسلامی ایران برگزار بشه. تشکر ویژه از همکارم آقای اشریز که از فرودگاه بین‌المللی امام خمینی همراه ما بود. رئیس جمهور گفت حمایت و پشتیبانی از جبهه مقاومت تکلیف شرعی و سیاست اصولی جمهوری اسلامی ایران است. آقای پزشکیان در دیدار شیخ نعیم قاسم قائم مقام دبیرکل حزب الله لبنان که برای شرکت در مراسم تحلیف به تهران آمده، با اشاره به جنایات هولناک رژیم صهیونیستی در حق مردم مظلوم غزه افزود اگر کشورهای اسلامی وحدت و انسجام خود را حفظ می‌کردند، رژیم صهیونیستی و حامیانش هرگز به خود اجازه ارتکاب چنین جنایاتی را نمی‌دادند. شیخ نعیم قاسم، قائم مقام دبیرکل حزب الله لبنان هم در این دیدار شکست‌های متعدد رژیم صهیونیستی در برابر مقاومت اسلامی فلسطین و همچنین شکست گروهک تروریستی و تکفیری داعش در سوریه را مرهون حمایت‌های جمهوری اسلامی ایران از جبهه مقاومت در منطقه دانست. آقای پزشکیان در دیدار زیاد نخاله دبیرکل جهاد اسلامی فلسطین هم گفت سیاست‌های جمهوری اسلامی ایران در حمایت از آرمان دفاع از مظلومی از جمله ملت فلسطین و آرمان آزادی قدس با عوض شدن دولت‌ها تغییر نمی‌کند. رئیس جمهور تأکید کرد پشتیبانی از آرمان‌های ملت مظلوم فلسطین همچنان با قدرت ادامه خواهد یافت و هیچ عاملی نمی‌تواند خللی در اراده ما در این مسیر ایجاد کند. زیاد نخاله دبیرکل جنبش جهاد اسلامی فلسطین هم در این دیدار گفت موضع و صدای رسای ایران در حمایت از مقاومت تأثیر مهمی در حفظ روحیه ایستادگی و پایداری آنها دارد. استانداری تهران اعلام کرد ساعت کار ادارات دولتی فقط در شهر تهران امروز شنبه 9 مرداد از ساعت 6 تا 10 صبح خواهد بود. این کاهش ساعت کار شامل دستگاه‌های امدادی، خدماتی و بانک‌ها نمی‌شود. وزیر کشور گفت مواکب ایرانی تا 2 یا 3 روز بعد از اربعین در مرزها هستند و زائران باید سفر خود را برنامه‌ریزی کنند تا دچار مشکل نشوند. وزیر کشور از زائران اربعین خواسته مدت سفرشان در عراق را مدیریت کنند. عزیزان جوری تنظیم کنند و مدیریت کنند سفرشون رو که تا 2-3 روز بعد از اربعین حتما برگردند. مدت سفرشون در داخل عراق هم مدیریت کنند 6 روز الی 7 روز بیشتر نباشد. فروش حضوری ارز اربعین در شعب منتخب 7 بانک ملی، سپه، ملت، تجارت، صادرات، پارسیان و پست بانک آغاز شده. در حال حاضر این نرخ برای هر دینار عراق بین 36 تا 37 تومان هست که در مجموع هر نفر میتونه تا سقف 200,000 دینار رو ارز بخواد تهیه کنه و معادل حدوداً 7,300,000 تومان هم اگر بخواد سقف ارز خودش رو تهیه کنه نیاز هست که پرداخت کنه. پیش فروش سراسری بلیت اتوبوس برای اربعین هم از 10 مرداد آغاز میشه. ظرفیت تعداد اتوبوسامون 14,000 اتوبوس داریم، اما 6,000 تاش عملیاتی هست که میشه برای اربعین استفاده کرد. پیش فروش بلیت قطار ویژه اربعین هم از هفته آینده آغاز میشه.
افزایش نرخی برای ایام اربعین نخواهیم داشت نسبت به قبل از اربعین. مرز باشماق یکی از مرزهای تردد زائران به کربلا در استان کردستان است که آماده شده. سی گیت آماده کردیم که به نظرم کافی باشه، هم ورود هم خروج، که البته اگر نیاز داشته باشه بازم میتونیم این قابلیت رو داریم که افزایش بدیم. بیمارستان ها و مرکز درمانی هلال احمر به صورت 24 ساعته در خدمت زائرانه. 7 بیمارستان حداقل ما در مسیر نجف تا کربلا داریم. در کربلا 17 مرکز متعلق به خود جمعیت هلال احمر هست. تصاویری ببینید از زائران عراقی که چند روزی پیاده روی اربعین را از رأس البیشه یعنی آخرین نقطه جنوب عراق آغاز کردند. و یک نکته بهداشتی که لازمه در طول پیاده روی اربعین توجه کنید. لازمه نوشیدن شربت هایی که از بهداشتی بودن آب اونها مطمئن نیستید رو هم کاملا فراموش کنید و به جاش از آب معدنی برای رفع تشنگیتون استفاده کنید. زهرا حسینی سرشت، خبرگزاری صدا و سیما. فروش ارز اربعین به حدود 50,000 نفر در روز نخست. اداره پایش بازار ارز بانک مرکزی اعلام کرد در روز 8 مرداد 49200 نفر ارز مورد نیاز خود را خریداری کردند. این اداره همچنین اعلام کرد 98% این افراد با نام‌نویسی در سکوهای فضای مجازی ارز خریدند. امسال نرم افزارهای کاربردی بله، روبیکا، گپ، سپینو و بهبودگاه بانک‌های تجارت و ملت ارز اربعین را به صورت غیر حضوری می‌فروشند. بعد از ثبت نام و واریز وجه، زائران باید در مورد مقرر برای تحویل ارز به شعبه انتخاب شده مراجعه کنند. اجلاس پیرغلامان حسینی امروز در جوار مزار حاج قاسم آغاز به کار می‌کند. 21مین اجلاس بین‌المللی پیرغلامان و خادمان حسینی در استان کرمان با شعار کرمان حسین آباد ایران برگزار می‌شود. قرار است در این اجلاس از 32 پیرغلام حسینی در داخل و خارج از کشور تجلیل شود. 21مین اجلاس بین‌المللی پیرغلامان و خادمان حسینی به همت بسیج صدا و سیما و با مشارکت استانداری کرمان از امروز تا 11 مرداد در این استان برگزار می شود. با وجود گرمای شدید هوا در اغلب نقاط کشور، ساکنان استانهای شمالی به ویژه گیلان شاهد بارش رگبار باران و لطافت هوا بودند. بارش ها موجب طغیان رودخانه های این استان هم شده. انتظاری نداشتیم که بعد این همه مدت توی تابستون گرمای شدیدی که داشتیم هلاک می‌شدیم بخواد اینقدر هوا خنک بشه. واقعا خدا رو شکر می‌کنیم از این نعمت زیبایی که ما داریم. هرچند اقلیم گیلان با این پدیده بسیار آشناست، اما گرمای مضاعف هفته اخیر لزوم بهره‌گیری از این موهبت را بیش از هر زمان دیگری ضروری ساخته بود. الان اسنپی ما رو لذت می‌بریم. چون با موتور اسی زیر بارونی ها؟ آره دیگه دقیقاً. کلا نسبت به دو سه روز پیش هوا چطوره؟ خیلی خوبه. دو سه روز پیش خیلی گرم بود. کاهش محسوس دما در گیلان هم تراوت بهاری را در دل تابستانی گرم به مردم این دیار ارزانی داشته و هم فرصتی برای صرفه‌جویی در مصرف انرژی در اوج بار فراهم ساخته. خنک میشه، هوا خنک میشه، مردم میخوردن نفس میکشن، کولره خاموش میشه. مصرف برق در گیلان کمتر شده، یه کمکی به جنوبیای عزیزمون شده و واقعا داریم لذت میبریم. اما به رغم تمامی این فرصت‌ها، شدت بارش مزایقی نیز در پی داشته است. ماشینم اون طرفه، خونم اون طرفه، میخوام برم این آب رودخونه، گیر کردیم اینجا. مردم از کره وارد بود بشد. قبلا هم چند بار دیگه این اتفاق افتاده بوده. اما سازمان هواشناسی برای بیشتر مناطق کشور روند افزایشی دما و برای شمال و جنوب شرق کشور رگبار و رعد و برق پیش بینی کرد. گفتگو می کنم با کارشناس هواشناسی خانم احمدی. سلام بر شما، ممنون میشم جزئیات بیشتر رو از زبان شما بشنویم. خواهش میکنم. به نام خود من هم حضور شما جناب آقای تهرانی و بینندگان عزیز سلام عرض میکنم. صبح شما هم بخیر باشه. خب گزارش خوبی رو دیدیم، پیش بینی شده بود و هشدارها هم صادر شده بود و به طور موقت از گرمای هوا به خصوص در بخش شمالی کشورمون کاسته شد و در پایتخت هم خب کاملا این رو حس کردیم، تا 6-7 درجه کاهش دما اتفاق افتاد، اما خب موقتی هست. نقشه اطلاعات هواشناسی نشون میدن که کماکان هوای ماندگار
تابستانی رو داریم، گرم و همینطور پایدار در بیشتر مناطق کشورمون. آخرین تصویر ماهواره هواشناسی کماکان حضور سامانه بارشی رو در بخش‌های شمالی کشورمون نشون میده. ابرهای بارشی در سواحل دریای خزر تا حد ارتفاعات البرز مرکزی و شمال شرق کشورمون هست. این شرایط رو تا حدی در جنوب کشورمون هم داریم، البته با شدت کمتر. به لحاظ شرایط دمایی هم همونطور که اشاره کردم، درسته که به طور موقت یکی دو روزی از گرمای هوا به خصوص در نیمه شمالی کشورمون کاسته شد، اما از امروز به بعد در بیشتر مناطق کشورمون روند افزایشی هست. در بخش‌های شمالی کشورمون این افزایش شاید محسوس تر باشه، تا 7-8 درجه در استان‌های ساحلی دریای خزر این افزایش رو خواهیم داشت، اما ماندگاری هوای گرم در بخش‌های مرکزی و شرقی کشورمون محسوس تر خواهد بود. به لحاظ شرایط بارندگی همونطور که اشاره شد، در استان‌های ساحلی دریای خزر، گیلان به خصوص منطقه شرقیش، مازندران، گلستان، تا حدی خراسان شمالی، ارتفاعات شمالی قزوین، زنجان، حتی ارتفاعات شمالی استان تهران و ارتفاعات شمال شرق کشورمون هم در سطح هشدار زرد رگبار و رعد و برق رو دارن، به خصوص در هنگام بعد از ظهر و شب. این شرایط تا حدی در جنوب کشورمون هم پیش بینی میشه. در جنوب شرق استان فارس، ارتفاعات جنوبی استان کرمان، شمال و شرق استان هرمزگان و حتی در جنوب استان سیستان و بلوچستان هم شرایط برای ناپایداری به شکل رگبار و رعد و برق مهیا است. این شرایط برای روز چهارشنبه هم تداوم خواهد داشت. هشدار سطح زرد ما تا پایین روز جمعه معتبر است و اگر نیاز باشه تمدید میشه و حتما اطلاع رسانی میشه. افزایش ساعت وزش باد پدیده مهم دیگری هست که براش هشدار صادر شده. همونطور که مشاهده میکنین، غالبا در نیمه شرقی کشورمون، استانی مثل سیستان، بلوچستان، خراسان جنوبی، مناطق جنوبی استان خراسان رضوی است، کرمان، اصفهان، مناطق مرکزی کشورمون از جمله استانی مثل تهران، قم، مرکزی، حتی همدان و مناطق وسیع از استان اصفهان میتونه همراه با گرد و خاک باشه. شدت گرد و خاک رو همونطور که مشاهده میکنید در بخش شرقی کشورمون، به خصوص منطقه زابل، مناطق مرزی شرق کشورمون، و با شدت کمتر در جنوب غرب کشورمون، استانهای مثل ایلام و خوزستان هم خواهیم داشت. فکر میکنم دیگه مطالبی نداشته باشم. جناب آقای تهرانی، اگر تشکر ویژه از شما خانم احمدی و ممنون از همراهی بینندگان خوبم. معترضان صهیونیست در اعتراض به بازداشت 9 سرباز اسرائیلی در زندان سدیتیمان به دادگاه نظامی در شهرک بیتلید یورش بردند. روزنامه اسرائیل هیوم اعلام کرد در پی این یورش، ارتش با لغو مرخصی سربازان آنها را فراخواند تا در اطراف پایگاه بیتلید مستقر شوند. اسحاق هرزوگ رئیس رژیم صهیونیستی اعلام کرد پلیس برای برقراری نظم و قانون باید فوری وارد عمل شود. هرسی هالوی رئیس ستاد ارتش اسرائیل هم که شامگاه دوشنبه وارد پایگاه بیتلید شد اعلام کرد ورود معترضان به پایگاه نظامی رفتار و رویکرد خطرناکی است و به امنیت اسرائیل و اقدامات آن در جبهه های جنگ لطمه میزند. همزمان رادیو ارتش اسرائیل اعلام کرد نشست های فرماندهان ارتش و دستگاه امنیتی برای بررسی رویدادهای مربوط به جبهه شمال به علت یورش جمعی از معترضان به پایگاه نظامی اسرائیل متوقف شده. روزنامه عبری زبان یودیود آهارانوت هم گزارش داد بخشی از نیروهای ارتش اسرائیل برای محافظت از پایگاه نظامی بیتلید از کرانه باختری رود اردن به این منطقه اعزام شدند و دو گردان ارتش مسئولیت حفظ امنیت این پایگاه را بر عهده خواهند داشت. پلیس رژیم صهیونیستی اعلام کرد نیروهایش را در اطراف پایگاه و دادگاه بیتلید مستقر و تظاهرکنندگان را پراکنده کرده. 8 عملیات تهاجمی حزب الله لبنان علیه رژیم صهیونیستی. حزب الله لبنان در پاسخ به حمله پهپادهای متجاوز نظامیان صهیونیست به جنوب لبنان در 8 عملیات مواضع ارتش رژیم صهیونیستی در شمال سرزمین‌های اشغالی را هدف قرار داد. توپخانه ارتش رژیم صهیونیستی با بمب‌های ممنوعه فسفوری به منطقه‌ای بین کفرکلا و دیرمیماس در جنوب شرقی لبنان حمله کرد. شما الان دود و شعله‌های آتش ناشی از اصابت بمب‌های ممنوعه فسفوری نظامیان صهیونیست بین کفرکلا و دیرمیماس در جنوب شرقی لبنان رو می‌بینید. علاوه بر این حمله، پهپادهای متجاوز نظامیان صهیونیست هم به 2 خودرو و 2 موتورسیکلت در جنوب لبنان حمله کردند. در جریان این حملات نظامیان صهیونیست، عباس حجازی و عباس سلامی از رزمندگان حزب الله به
شهادت رسیدند. یک شهروند سوریه ساکن لبنان هم به شهادت رسید. همچنین 4 شهروند لبنانی از جمله یک کودک خردسال هم به شدت مجروح شد. حزب الله در پاسخ به این حملات نظامیان صهیونیست با موشک‌های گراد کاتیوشا پایگاه بغدادی، تجمعی از نظامیان صهیونیست رو در پایگاه راهب به وسیله موشک‌های هدایت شونده و همچنین تجهیزات جاسوسی نظامیان صهیونیست رو در پایگاه مالکیه به وسیله موشک‌های هدایت شونده خودش هدف قرار داد. حسن عظیم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما برج‌الملوک، مرز لبنان با فلسطین اشغالی. رئیس جمهور ونزوئلا از تلاش‌ها برای تحمیل کودتا بر ونزوئلا خبر داد. نیکولاس مادورو در نشست شورای ملی انتخابات که او را پیروز انتخابات 2 روز پیش اعلام کرده گفت برخی کشورها در تلاش هستند تا بار دیگر کودتای ضد انقلابی را بر ونزوئلا تحمیل کنند. بعد از اعلام پیروزی نیکولاس مادورو در انتخابات ریاست جمهوری ونزوئلا، معترضان به نتیجه انتخابات در شهر کاراکاس پایتخت این کشور تظاهرات کردند. مراسم افتتاحیه المپیک پاریس از لحظه برگزاری تا امروز انتقادات بسیاری را به دنبال داشته. تظاهرات گسترده مسیحیان در فرانسه در محکومیت توهین به حضرت مسیح علیه السلام در افتتاحیه المپیک یکی از این واکنش است. مراسم افتتاحیه المپیک پاریس شرایطی را با اجراهای مختلف رقم زد که در نهایت موجی از اعتراضها را به دنبال داشت. تظاهرات گسترده مسیحیان در فرانسه در محکوم کردن توهین به حضرت مسیح علیه السلام. چهره‌های ورزشی هم بازسازی توهین آمیز تابلوی نقاشی قدیمی در افتتاحیه بازی‌های المپیک را توهین به حضرت عیسی مسیح علیه السلام و دین مسیحیت عنوان کردند. مثل اینجا در رومانی مقابل سفارت فرانسه که آندرو تیت، بوکسر آمریکایی، تحریم المپیک را خواستار شد. اینجا آمدم تا به رفتار تمسخرآمیز فرانسه با دین مسیحیان اعتراض کنم. آنها با هر چیزی که برای ما مقدس است موضوع خنددار درست کرده اند. آنها چیزی را که برای مسیحیت مقدس است تمسخر کرده اند. این انزجارآور است. اجرای یکی از گروه‌های فرانسوی که شیطانی توصیف شد رویدادی برای بسیاری ناخوشایند و بعضاً منزجر کننده بود، تا جایی که رابرت بارون، اسقف کلیسای کاتولیک، با ابراز تأسف از توهین به مسیحیت واکنش مسیحیان را خواستار شد. چیزی جز تمسخر ناخوشایند شام آخر نیست. بیشتر از این توصیفش نمی کنم. فرانسه کشوری است که مبلغان کاتولیک را به سراسر جهان فرستاده، حالا احساس کرده کار درست این است که مسیحیت را مسخره کند. ما مسیحیان و کاتولیک ها باید مقاومت کنیم. باید صدای خود را به گوش دیگران برسانیم. حالا این مقاومت ها جواب داده و برگزار کنندگان المپیک پاریس ویدئوی این مراسم را از یوتیوب المپیک حذف کردند. البته با عذرخواهی از هر فردی که از نمایش مراسم افتتاحیه احساس توهین کرده باشد. حسین روحانی فرد، خبرگزاری صدا و سیما. بومیسازی دستگاه سنجش حرارت روی فلز به همت دانش بنیان‌ها، محصولی که فناوری ساخت آن تا پیش از این در اختیار آمریکا بود و در 54مین المپیاد جهانی فیزیک از آن استفاده شد. ایران با کسب 1 نشان طلا و 4 نشان نقره عنوان 4مین این دوره از المپیاد را به خود اختصاص داد. دانش ایرانی مقابل چشمان فیزیک دانان جهانی. Highest quality I've seen in a number of years. یک روش علمی بالاست که شما با روش‌های کامپیوتری بتونید شدت حرارت رو محاسبه کنید. دستگاه سنجش حرارت روی فلز که در آزمون عملی المپیاد جهانی فیزیک مورد استفاده قرار گرفت. ساخت یه همچین دستگاهی یه ریسک و شجاعت خاصی می‌خواد. چرا؟ به دلیل اینکه بایستی تمامی سنسورهایی که در این دستگاه انجام شده محصول آزمایشگاهی باشه که از دقت بالایی برخوردار باشه. محصولی دانش بنیان با دقت بالا که فناوری تولید آن تا پیش از این در اختیار کشور امریکا بود. این دستگاهی که ما ساختیم
0.01% دقت داره و میشه گفت بهترین تحلیل های آزمایشگاهی رو میده. این دستگاه اولین بار است که برای سنجش و محاسبات آزمایشگاهی فیزیک در المپیاد جهانی به کار گرفته میشود. دانش آموزان به راحتی میتونستن در آزمایش از این دستگاه بهره ببرن. یکی از ویژگی های دستگاه ایرانی راحتی استفاده از آن از سوی کاربر است. قابلیتی داره که از سنین دانش آموزی تا سنین دانشگاهی مورد استفاده قرار بگیره در دانشگاه. نیاز به دقتش زیاد برای خوندن دما داشتیم، از اون طرف که هدف این بود که دما رو آنچنان زیاد نکنیم و خطرساز نشه موقع آزمون، پس نیاز به دقت بالا برای اندازه‌گیری داشتیم که بتونیم تو دمای پایین به اون دقت مطلوب برای به دست آوردن ضریبا برسیم. آنطور که سازندگان دستگاه سنجش حرارت روی فلز میگویند، از همین الان سفارش فروش به شرکت کنندگان در 54مین المپیاد جهانی فیزیک را داشتند. خیلی از کشور با توجه اینکه این دستگاه از کیفیت خوبی برخوردار بوده، تقاضای خرید اون رو برای آزمایشگاهشون از همین الان داشتن. خیلی قابل توجه بود و برای من جذاب بود، این بود که کشورها دارن 5 تا 5 تا سفارش میذارن. محمد علی سهیل پور، خبرگزاری صدا و سیما، اصفهان.